سلام دوستان خب تو اینجا میخوایم در خصوص نرم افزار مدیریت سبد سهام باتون صحبت بکنیم و بگیم چطور میتونین از این نرم افزار استفاده بکنیم خب اگر برای بار اول هست این نرم افزار رو باز میکنین ممکنه یه ریبان زرد رنگ ببینین که ازتون میخواد محتوای این نرم افزار رو اینیبل بکنیم و بتونین ازش استفاده بکنین که حتما اینیبل کانتنت رو باید بزنین اینجا یه ریبون دیگه هم ممکنه بهتون نشون بده ممکن دو تا ریبون زرد رنگ نشونه که هر دو رو این ایبل بکنه خب وقتی که بار اول این نرم افزار باز میشه هر بار که باز میشه یه دور چک میکنه که آیا نوتیفیکیشنی وجود داره یاداوری وجود داره که باید انجام بده چون ما میتونیم تو این نرم افزار یه سری تاریخ ها رو به عنوان اینکه میخوایم با سمون یادآوری ایجاد بشه ثبت بکنیم مثلا میخوایم بگیم که تو این روز مجمع عمومی برگزار میشه تو این روز سود میده مثلا این سهام و غیره که میتونیم اینا رو ثبت بکنیم علتش رو بنویسیم و وقتی که نرم افزار باز میشه اینا رو چک میکنه همچنین چیزهای دیگه هم که چک میکنه تاریخی هست که من پیش بینی کردم میخوام یک سهمی رو بخرم مثلا این سهم به خصوص رو ثبت کردن تو این تاریخ میخوام خرید بکنم و تو این تاریخ میخوام بفروشمش بر فرض مثال حالا اینا اعداد و تاریخ هایی هستش که به صورت تصادفی زنیم که مثلا حالا سوم میخریم دوازدهم میفروشیم بعد میاد چک میکنه که آیا مثلا به این تاریخ رسیدیم و تاریخ مناسب خرید هست یا نیستش که بتون اگه بود یادآوری میکنه که این روز میخواستی خرید کنی واسه کویر مثلا یا اینکه مثلا اگر به این روز رسیده باشیم بتون یادآوری میکنه که میخواستی تو این روز این نماد رو بفروشی و خاطر این یادت میاره و میتونیم این رو انجام بدیم و موردهای دیگه هم که یادآوری میکنه قیمت ها هستش که ما وقتی قیمت ها رو بروز میکنیم وقتی که باز میکنیم دیگه این یاداوری نمیکنه ولی وقتی که قیمت ها رو بروز میکنیم که حالا در مورد جلوتر صحبت میکنیم میاد چک میکنه قیمت امروز رو با قیمتی که من پیش بینی کرده بودم که مناسب بوده بخرم یا قیمتی که مناسب بوده بفروشم مثلا من اینو قبلا خریدم تو سبدم الان دارم و میخوام بفروشمش گفتم اگر رسید مثلا به این قیمت بفروشش میاد چک میکنه ببین آیا رسیده به این قیمت یا بیشتر شده اگر این قیمت به بالا بودش میگه یادآوری میکنه میگه آقا میخواستی تو این قیمت بفروشی یا بهتون یاد یا اینکه مثلا رسیده به این قیمتی که اینجا گذاشتی مثلا میخواستی بخری و بعد یاد آوری فقط این قیمتی که مثلا میرسه بهش واسه خرید توی یه بازه 5 درصد هستش که میگه هلوش این قیمت رسیده یا نه دیگه خیلی پایین یا مثلا خیلی بالاش رو چک نمیکنه تا 5 درصد اختلاف این قیمت رو چک میکنه و بهتون یاد آوری میکنه خب اینا مواردی هست که یادآوری میشه بعد اینو باید کلوز کنین چون در حال حاضر نوتیفیکیشنی مثلا ندارم فقط هم یک بار نشون میده دفعه اول که ثبت میکنین این پندینگ میشه توی قسمت مثلا یاداورها پندینگ میشه و مثلا ناکنن این پندینگ هنوز نوتیفای نکرده منو ولی مثلا اینا رو قبلا نوتیفای کرده که اگر یه بار نوتیفای کنه این میشه از پندینگ به نوتیفای اگر میخواین مثلا دوباره این فعال بشه میتونید اینجا تغییرش دستی بدین به پندینگ که این رو بهتون اعمال بکنه و بقیه موارد هم توی این جدول پیش بینی ها هستش ببینید اینا همه وضعیت های یاداوری هستش که در حال پندینگ یا نوتیفای شده بتون اگه یه بار نوتیفیکیشن باستون بیاد دیگه نمیادش پس یه بار هستش که هر دفعه باز میکنین دوباره تکراری باستون یاداوری نکنه خب این از قسمت یادآورها. حالا این نرم افزار به شما این کمک رو میکنه که تمام خرید و فروش هایی که میکنین رو بتونین ثبت بکنین براش پیش بینی بکنین اتفاقایی که تو زمان سهامداری رخ میده رو ثبت بکنین نکته هایی که تو اون زمانهای های باستون پیش میاد رو بنویسین یا اصلا نکات کلی که در مورد این نماده به خصوص مد نظرتون هست رو بنویسین و نگهداری بکنین و بر اساس این دکمه میتونین بین این نکات رفت آمد بکنین مثلا من باسه این نماده به خصوص چند نکته رو نوشته بودم و با اینا میتونم مثلا این نکات رو تغییر بدم و تو اینجا حالا من نکته ای واسه کویر ننوشتم بزنین این همه ای اطلاعات توی این جداولی که اینجا هستش مثلا قسمت پیش ها تو پیش بینی خریدایی که انجام دادن و ثبت کردن تو قسمت خریدها فروش هایی که ثبت کردم تو قسمت فروش ها روی دات هایی که رخ داده مثل اینکه مثلا من سود نقدی گرفتم یا افزایش سرمایه شرکت کردم اینا رو همه رو اینجا ثبت میشه نگهداری میشه نکاتی که در مورد شرکت ها نوشتم مثلا تو اینجا هستش مثلا من در خصوص شرکت کدوم شرکت پارس من دو تا نکته نوشتم مثلا بیام اینجا اگر و رو سلکت بکنم توی این نمادهایی که قبلا ثبت کردم میتونین اینجا هم بیاین انتخاب بکنین یه نمادی رو هم که تایپ بکنین خب وقتی که من سلکت کردم میتونم اینجا ببینم که مثلا نقاط قبلیش چی بوده و چه مواردی هستش ببینید یه مقدار مثلا این نمایی که هستش واسه زیبایی هست که تو حالت پیج هستش پیج لایت هستش میتونید اینو نرمال کنین اگر خواستین به این صورت ببینین که بزرگتر هستش و اون مثلا آپدیت ها رو اون پریدن های صفحه کمتر میشه خب ولی مثلا با زیباییش مثلا میتونین دوباره برگردین به این حالت اگر خواستین پرینت بگیرین حالت قابلت پرینت هم داره که میخواستین در مورد یه موضوع پرینتش رو داشته باشین میتونین مثلا بیاین اینجا پرینت یا پی دی رو بگیریم مثلا من الان قسمت پرینت برم اینجا پرینت پریویو رو به من نشون میده که یک صفحه آچار هست که کامل واسه پرینت میگیره میتونین سیو از پی هم بکنین توی این قسمت خب این از این مورد پس من اینجا میتونم ثبت بکنم همه این مواردی که هستش رو و پیش بینی بکنم تو چه زمانی بخرم و تو چه زمانی بفروشم تاریخ ها اینجا به صورت روز ماه سال هست که میتونین حتی تاریخ ها رو سلکت بکنین به این صورت میتونین سلکت بکنین ماه رو سلکت بکنین و سال رو سلکت بکنید سال رو توجه بکنید تعداد شاید کم باشه ولی اگر یک سال جلوتر بریم مثلا بریم سال مثلا 99 ما تو سال 99 حدودا توی دیما بر اساس البته تاریخ میلادی سال رو تغییر بده و مثلا بشه مثلا دی 99 این میاد بالا سال 1398 دیگه بهتون نشون چون خرید دیگه نیستش دیگه دیگه نیستش و نشون نمیده بخاطر مثلا سال 98 یا جدیدترین سال تا 6 ماه مثلا هستش بعد دیگه مثلا میشه سال 99 و این دیگه اضافه میشه مثلا این میشه 1402 اینطوری من میتونم سالها رو داشته باشم البته اگر خواستین تعداد سالها رو بیشتر بکنین میتونین بیاین تو قسمت تنظیمات ببینین اینجا فرمول گذاشتیم که واسه سال رو منهای مثلا چیز میکنه خب میتونین این فرمول رو کپی کنین مثلا یکی دو تا هر چند تا که میخوایم بیاریم پایین تر اینجا دیگه مثلا این رو بکنین مساوی با اینی که کپی کردین منهای یک اینطوری سال 1397 رو دارین میتونیم مثلا بیاریم پایین تر حتی 96 رو داشته باشیم اینو به اضافه یک شدن این منهای یک شده به خاطر همین هستش که اگر مثلا سال میلادی عوض بشه بر اساس تودی داره میره جلو دیگه اگر سال میلادی عوض بشه من اینجا خورشیدیشو رو حساب کردم و این سال رو هم عوض میشه مثلا الان سال 1390 نه که پیش روی ما هستش میریم تا دی ماه دی ماه مثلا سال میلادی عوض میشه و این سال 1399 یا جای این رو میگیره این میشه سال 1398 این میشه 99 این میشه مثلا 1400 حالا تو فرمول قبلی که داشتیم مثلا اینطوری بودش که الان اینجا سال میلادی عوض بشه این میشه سال 1399 این میشه 1400 1401 و 1402 سال بعدش دیگه میشه مثلا 1400 میاد پایین همینطوری به روز میشه اگر خواستیم مثلا یه موقع میخواین داده رو از قبل وارد بکنین میتونین این کار رو انجام بدیم مثلا سال 1397 رو هم داشته باشیم ولی فکر میکنم دیگه الان اگر از این اکسل استفاده بکنیم دیگه چون آخر سال هستیم دیگه ماکسیموم باسه سال 1398 رو کامل بخوایم بزنیم دیگه حالا اگرم هم باز خواستین گفتم کار خواستین این فرمولش رو میتونیم کپی کنیم بیارین توی مثلا اینجا پیست کنین و این رو مساوی بذارین با سال بعد منهای یک اگر خواستین 97 رو هم داشته باشین حتی و به این صورت مثلا سال جدید رو داشته باشین وقتی دیگه بیاین اینجا مثلا یک کدوم از این تاریخ ها رو پیدا بخواین تغییر بدیم مثلا اینجا بخواین 97 رو انتخاب بکنین دیگه راحت دارین دیگه به روز میشه خودکار و اینجا قسمت رویدادها که گفتم واسهتون میتونه یه رویدادی رو ثبت بکنیم مثلا من میخوام تو این نرم افزار توی تاریخ توی روز چهاره مثلا ماه یک البته ماه یک که تعطیله مثلا ماه دو واسه سال 1399 به من بیادش یه دونه یاداوری بکنیم. بعد میتونم بگم علت یاداوری چی هستش مثلا میخوام بگم آقا تو این تاریخ مجمع عمومی هست که میخواهم شرکت کنم مثلا خب میخواهم شرکت کنم فقط یه چیز موردیه که باید در نظر بگیریم مثلا اگه خود چهارم هستش که داره مجمع رخ میده من رو مثلا خوبه که یه روز قبلش بهم یادآوری بکنه که آماده باشم مثلا روز سه و باشه فقط زمانی یادآوری انجام میشه که نرم افزار رو واسه بار اول باز میکنم تو اون روز یعنی هر روز که بازش میکنم واسه اون روز و یاداوری ها رو به من نشون میده خب بعد میتونین ثبت رو بزنین و میگه اینجا یاداوریتون ثبت شدش و توی این تاریخ به من هشدار رو میده به من یاداوری میکنه خب نکته دیگه مثلا الان در حال حاضر من و چیزی ندارم تو سبد سخامم اینجا بهم نشون میده در کل من خرید و فروشایی که کردم تا حالا اینقدر میلیون تومن مثلا از این نماد من درآمد داشتم ولی در حال حاضر هیچی از این نماد تو سبدم نیست ولی مثلا همون کویر رو اگر بیاریم من الان کویر رو تو سبد سهامم دارم و اینجا بهم نشون میده که این تعداد الان دارم در مجموع انقدر پرداختم پرداخت کردم واسه اینکه این مقدار رو داشته باشم و درآمدی که از خرید و فروش این سهام تا الان داشتم انقدر هست درآمد نهایی هست یعنی خرید و فروش و هنوز این رو نفروختم خب اگر این رو بفروشم بقیه درآمدم به این اضافه میشه ولی شما هنوز نفروختم این قبلی رو داره حساب میکنم خب تو اینجا هم که میتونیم بگیم تو چه تاریخی خرید کردیم هزینه کارگذاری رو بزنیم این هزینه کل به صورت خودکار حساب میشه که میگه آقا این دوتا زب در هم به اضافه هزینه کارگزاری که داری میدی هزینه کارگذاری هم که میتونیم بریم تو کارگذاریتون تو اون در واقع زمانی که خرید انجام شده بنویسیم مثلا چون باسه مثلا کارگذاری خود من اینو خورد نشون میده همیشه جمع میکنم خب به این صورت بعد که اینتر کردم مثلا ثبتش میکنم این دوباره فرمولش خودکار میپره و هر بار میتونیم به عنوان ماشین حساب استفاده کنیم دوزو رو ماشین حساب حتما بیاریم بالا خود اینم میتونیم ماشین حساب استفاده کنیم و فرمولش دوباره میپره میتونیم هزینه جدید بزنیم خب این از این تو زمان سهامداری بازم توی تاریخی و من یه افزایش سرمایه داشتم یا سود نقدی گرفتم اگه مثلا توی تاریخی من سود نقدی گرفتم حالا من این تاریخ رو میام سلکت میکنم خب نوع رویدادش رو مثلا میتونم بگم اگر مثلا مبلغ بوده سود نقدی میزنم مثلا سود نقدی مجمع عمومی مینویسم مثلا مقدارش رو به مبلغ مثلا به ریالی که گرفتم مثلا 53000 هزار ریال مثلا گرفته باشم 53000 هزار تومن گرفته باشم ۳ هزار ریال بینیویسم این نوعی که دارین میزنین اینجا این ریال یا تومن دست خودتون هست من هیچ چیزی اینجا نمیشم که ریال باشه یا تومن ولی چون توی سهام به صورت ریالی کار میکنیم بهتره که ریالی بزنیم و نوعش رو حتما افزایش نقدینگی بنویسین چون پول داره میاد دستتون و مقدار نباید بزنیم اما اگر مثلا نوع رویداد من افزودن تعداد سهام بود میتونم اینجا بنویسم افزایش سرمایه از محل مثلا بی... از محل انباشته مثلا سود انباشته بوده یا هر چیز دیگه میتونین خلاص هر چی خلاصه تر بنویسیم بهتره مثلا چون من اونجا افزای سرمایه رو دارم انتخاب میکنم دیگه مثلا از محل انباشته سود انباشته بوده یا هر چیز دیگه میتونم افزودن تعداد سهام رو بگیرم و بعد بر اساس تعداد سهمی که داره به من اضافه میشه مثلا 600 تا سهم اضافه شده میتونم ثبت بکنم اینجا 600 تا فقط نکته ای که در نظر میگیرین موقعی که دارین افزایش سرمایه ثبت میکنین هیچ چیزی الان عملا با ثبت کردن این به تعداد سهام هاتون اضافه نمیشه باید بیان یه خریدم بزنین تو این تاریخه مثلا 3 سه... 3399 خب که افزای سرمایه رو داشته بعد تعداد خریدتون مثلا 600 بزنین قیمت خرید و هزینه کار کارگزاری میتونین صفر در نظر بگیرید یعنی من هیچ پولی بابت این ندادم و 600 تا به من اضافه شده خب و یه خریدن با سه افزای سرمایه هاتون بزنین تا این مقدار روی سبدتون بشی... بشینه و شما بتونید تو سبدتون افزایش سرمایه این فقط واسه این هستش که بدونیم چه زمانی ما افزای سرمایه داشتیم و به چه صورت بوده و مثلا مبلغ نقدی که گرفتیم چقدر تو زمانی که فروش داشتم مثلا من اینا میتونم روزهای مختلفی که فروش داشتم و این تقریبا ببینم دیگه مثلا این آخریش رو به من نشون میده آخرین فروشم و فروشه قبلی من ببینم واسه اینکه چک بکنم مثلا چه زمانایی اینو فروختم یا نفروختم اینجا تعداد فروش و قیمت فروش رو به همون صورت میزنیم درآمد فرمول به صورت خودکار حساب میشه اگه توضیحی داشتین خوبه ببینید توضیحات در زمان خرید رو که میزنین توی سبدتون این توضیحات رو نشون میده اینا هستش که اینجا نشون میده اینا واسه زمانی هستش که من توضیحات خاصی تو زمان فروش هم داشتم که میخوام مثلا تو زمانی که میخوام دوباره بخرم این توضیحات رو ببینم خب مثلا حالا یه نماد دیگه‌ایو نمیدونم توضیحات فروش واسش ثبت کردم یا نه نه آره مثلا از ضرر بیشتر جلوگیری شود حواسم بوده که تو اینجا داشتم ضرر میکردم بر فرض مثال میخوام دوباره خرید کنم یادم باشه چرا فروختم دفعه آخر خب همه این نکات به ما کمک میکنه که بهتر بتونیم چیز بکنیم و اینکه مثلا حالا نکته کلی در مورد این شرکت مثلا این شرکت چه ویژگاهی داشته مثلا چه بنیادی داشته و غیره میتونم اینجا داشته باشم برگ بعدی سبد شما هست ببینید هر وقت که ثبت یا حذف رو اینجا میزنین خب این حذفم اون تاریخ رو اون تاریخ میاد نگاه میکنه اونو حذف میکنه تاریخی که انجام داده باشیم خب هر بار که ثبت رو یا حذف رو میزنید سبد خودکار به روز میشه بر اساس خرید و فروشایی که کردیم مثلا من بزنم این دیتوزی رو یه دونه ثبت بزنم الان تو سبدم نبوده نه کنین الان اینجا داره افزوده میشه به سبد وقتی که افزوده میشه اینجا دوباره من آپدیت دارم و دیتوزی اضافه شده به سبد من و وقتی که حذفش میکنم دوباره این به رسانی انجام میشه و من اگر بیام تو سبدم میبینم که اون دتوزیه دتوزی حذف شده خب توی سبد من میبینم که چه نمادی رو دارم چه نمادهایی رو دارم چه تعداد در حال حاضر دارم آخرین نکته ای که نوشتم در موردش در زمان خریدی که داشتم انجام میدادم چی بوده چون ممکنه مثلا چند بار خرید کرده باشم مثلا کبیر رو من چند بار مثلا خرید کردم آخریش رو مثلا میبینم آخرین نکته ای که در زمان خرید نوشتم رو میبینم قیمتی که من میانگین قیمت خریدمو رو میذارم چون ممکنه چند بار خرید کرده باشم قیمت میانگین مثلا فولاد قیمت میانگینش من افزایش سرمایه هم داشتم مثلا بیاین توی خریدها تو افزایش سرمایهش مثلا شرکت کرده بودم فولاد رو و اینجا ببینیم به قیمت صفر زدم و این دوتا در واقع این دوتا رو میاد هزینه کل بخش. این دوتا رو اومده جمع کرده میانگین گرفته به خاطر این اومده پایین زمانی که افزایش سرمایه دارین شاید مثلا این قیمت رو مناسب نشون نده ببین قیمت واقعا خرید شما هستش ها خب و در واقع این رو به این مقدار خریدین و یه نکته هم که باید توجه کنیم وقتی که افزایش سرمایه میده تا زمانی که اون سهام میاد دستتون یا حال... یه زمان رو یه ماه دو ماهی طول میکشه و اونجا مثلا یه مقدار از سهم شما بلوکه میشه حدودا ده تا یه دونه سهم حداقل از اون سهمتون رو نگه دارین و نفروشین اگر میخوایم مثلا بفروشین که اون به صورت خودکار بقیه سهم افزوده شده بیاد روی پورتفوتون و اینجا هم قیمت میانگینتون رو به خوبی بتونه نشون بده و اگه بفروشین مثلا من چون ده تا سهم از فولاد رو نگر داشتم بر فرض مثال و بقیهش رو فروختم و این مقدار الان منهای ده تا به من افزایش داده شده و الان بخاطر میانگین رو داره حساب کنم ولی اگه اون دهتارم فروخته باشم اینجا صفر دیگه به من نشون میده میانگین خریدم چون یه دونه صفر بوده که تقسیم برای یک شده مثلا اینجا صفر رو داده و قیمت کنونی ببینید قیمت کنونی قیمتی هستش که در حال حاضر وجود داره دیگه این رو الان سازمان بورس به صورت خودکار نمیده که ما فراخانی بکنیم قبلا قدیم یادمه که میتونستیم راحت با اکسل لینک بزنیم به سایت TS EM Bluetooth TS TMC میتونستیم لینک بزنیم و خروجی اکسل بگیریم اما در حال حاضر دیگه این امکان رو با ما نیست و ما یه روش دیگه ای داریم که قیمت های کنونی رو بروز کنیم که حالا جلوتر بتون میگم پرداختی هم که مقدار پولی است که پرداخت کردیم ارزش کنونی سهم هم بر اساس قیمت کنونی حساب میشه و این قیمت ضبط در تعداد سهماتون میشه و اینجا میاد و هزینه کارگزاری واسه فروش رو فعلا نمیتونیم حساب بکنیم چون نفروختیم و این ارزش کنونی بدون در نظر گرفتن هزینه کارگزاری میزان سود و ضررتون هم در واقع مقدار اختلاف ارزش کنونی با مقداری که پرداخت کردین اساسا پارسیان تو ضرره در حال حاضر الان فولاد رو نگاه کنیم مثلا به خاطر اینکه تا افزایی سرمایه من شرکت کرده بودم و فقط ده تا دونه از اون سهم قبلی رو نگر داشتم مبلغی که واسه اون ده تا دونه پرداخت کردم رو داره اینجا نشون میده و مبلغ صحیح رو نشون مبلغ صحیح رو داره نشون میده در واقع ولی باسه اون ده تاست من چون بقیهش رو فروختم یه مقدار ضرر کردم چون الان تو سبدم نیست اون ضرر رو نشون نمیده تا زمانی که مثلا بیادش و من کامل مثلا بتونم یعنی سهامم رو مدیریت کنم یا بفروشمش بر فرض خب این مقدار سهمم رو که به خاطر همین قضیه الان مقدار سود درصد سود من رو خیلی زیاد داره نشون میده در صورتی که شاید اینطوری نباشه خب اینم فقط واسه زمانی است که افزایش سرمایه داشتیم و تا زمانی که من اون مقدار سهمی که افزایش سرمایه داشته رو مدیریت کرده باشم مثلا فروخته باشم یا مثلا قیمتی رو واسش آپدیت کرده باشم خب این از این ولی بله خب بس بقیه موارد به خوبی داره نشون میده مثلا ق الان از چیز اومده بیرون من انقدر باسهش پرداخت کردم هیچ سهمیشم شم ازش نفروختم هم قبل افزایی سرمایه هم بعد افزایی سرمایه نگه داشتم و تقریبا داره مناسب به من نشون میده میگه اینقدر هزینه کردم و الان سهمت ارزش کانونیش اینقدر هستش خب این الان مقدار قیمت هست که من باسه در واقع دیروز این رو آپدیت کردم هنوز آپدیت نکردم چجوری میتونم قیمت های الان رو آپدیت بکنم ببینید قبل اینکه این رو بگم به روز رسانی سبد اینجا رو اگر بزنین بدونی که قیمت ها به روز بشه فقط میاد سبدتون رو دوباره به روز میکنه حالا باسه زمانی هست که من نمیخوام قیمت ها رو به روز کنم اما اگر به روز رسانی سبد و قیمت رو بزنین اون وقت میاد قیمت ها رو هم بروز میکنه ولی قبل اینکه این رو بزنیم باید یه کاری انجام بدیم باید بریم توی سایت TS TS ETMC و یه خروجی اکسل بگیریم باید بیاین توی دیدبان بازار و اینجا میتونین خروجی رو بگیریم ببینید لزوما حتما نباید اینجا خروجی بگیرین میتونین از یه سایت دیگه ای فقط یه سایتی باشه که نمادهاتون رو داشته باشه در و قیمت آخرین قیمت رو داشته باشه حالا این آخرین قیمت هم شما میتونید تازه دستی مدیریت بکنید حالا بهتون میگم ببینید خروجی اینجا اکسل رو میزنید خب این خروجی اکسل رو یه دونه لینک داره تهیه خروجی فقط یه مشکلی داره ما توی سایت این سایت خب به هر حال سایت مشکل داره وقتی یه تهیه خروجی رو میزنیم خیلی وقتا سرور ارور میده حالا امیدوارم این دفعه نده من این خروجی رو زدم اینا باز دوباره سرور ارور داد مشکل خب سایت TSE TSC TMC هستش که خیلی وقت این مشکل هست و ما میخوایم خروجی اکسل بگیریم این مشکل رو داره باید یه کاری بکنیم خروجی رو بگیریم دیگه یعنی مثلا هر از گاهی اینو بزنیم یا مثلا دومیش رو بزنیم یا مثلا از یه بروزر دیگه ای استفاده بکنیم مثلا من الان فایرفاکس بیارم بالا این کار رو باید انجام بدیم برای خروجی اکسل ما لازم داریم حالا من سعی میکنم خروجی اکسل رو بگیرم یا شما اصلا یه سایت دیگه بتونین استفاده کنین و خروجی اکسل بگیرین خب خیلی بهتره تا این سایتی که همیشه در حال ارور دادنه خب خدا رو شکر الان این دفعه من تونستم این خروج رو بگیرم وقتی که این خروج رو میزنین یه فایل اکسل بهتون میده میتونید میتونین رو توی حالا کامپیوترتون سیو کنین فقط توجه کنین این آخرش تاریخ میزنه من مثلا اینجا یه اکسل مارکت واچ درست کردم که حالا اول همین مارکت واچه همیشه رو اکسل قبلیتون سیو بکنین تا آدرسی که من آپدیت کنم تغییر نکنه این رو سیو بکنین میگه ریپلیسش کنم یس yes, ریپلیسش کن و الان اینجا سیو شدش خب حالا اگه برگردیم به اکسلمون من به روز رسانی سبد و قیمت رو بزنم این میره قیمت ها رو میاره الان توجه کنیم به قیمت هایی که در حال حاضر هست تغییر کردش و این نمودارها رو آپدیت کردش چیکار میکنه این حرکتی که به روز رسانه سبد و قیمت رو انجام میدم ببینید توی تنظیمات اول توجه کنیم من اینجا قسمت تنظیمات خانش داده ها دارم این آدرس همون اکسل است که روش سیو کردم این اگر اشتباه بشه میگه آقا آدرس جدید رو به من بگو زیاد مشکلی نداره مثلا الان توی کامپیوتر من بوده اگر اینو دلیت کنم اصلا نباشه یا این اینجا مثلا یا یه چیز دیگه ای باشه مثلا اصلا این باشه خب میاد اینجا مثلا من توی اینجا به روز رسانی قیمت رو بزنم ازم میخواد که اکسل رو انتخاب بکنم که من اکسل رو میام اینجا انتخاب میکنم مثلا همون مارکت واچ رو اوکی میکنم و دوباره حالا بروزرسانی رسانی رو انجام میده خب بعد پس نها کنین الان اینجا آدرس رو هم بروز کن خب تو این اکسل که الان من بازش کردم که اینم اینیبل ادیتینگ بکنین چون دانلود کردین خب تو اینجا نها کنین توجه کنین تو ستون اول دیده نمادهای شما قرار داره خب نمادهایی که میخوایم آپدیت همه نمادها وجود داره دیگه بعد توجه کنین که دیکته نمادهایی که دارین اینجا میزنین باید توجه کنین دیکته نمادهایی که دارین توی اینجا ثبت اطلاعات میزنین نماد نمادها رو هم میتونید اینجا پلاس بزنین نماد جدید اضافه کنه. هم هر وقت یه دوره مثلا نماد جدید بیادش مثلا من نماد 600 هفت تو ذهنم هستش مثلا 600 رو میخوام رو میخوام مثلا خرید بزنم باسهش خب لازم نیستش اصلا اینجا پلاس رو بزنین یادمونم رفتش مشکلی نداره حالا مثلا یه زمانی خرید ثبت میکنم حالا خالی ثبت کردم خب این خودش میره نماد جدیدی که هستش رو توی اینجا ثبت میکنه توی نمادها توجه کنید نگاه کنید اومده حالا توی خریدها هم هم خالی اومده که پاکش میکنم این تو تیبلتون میتونین راحت بیاین یه دیتایی رو عوض بکنین نگران نباشین میتونین دلیت بکنین ولی جای ستون ها رو تغییر نباید بدین عناوین رو هم میتونین عوض بکنین و ببین مثلا میتونین این اصلا انگلیسی کنین اگر خواستین فیلتر سعی کنید نباشه مثلا اینو کودها خارج میکنه از فیلتر و خودکار سورت میکنه ولی سعی کنید اصلا خودتون کلا به ترتیب زمانی وارد بکنین و فیلتر نکنه اگر مثلا فیلتر کردین روی چیزی مثلا من میخوام اینجا فقط سپاهان رو ببینم یا مثلا پارسیان رو فقط ببینم میتونید فیلتر کنین ببینین بهتره که از فیلتر بعدش خارج بکنین تا نرم افزار خوب کار کنه البته ما موقع ثبت اینو از فیلتر خارج میکنیم واسه فروش هم همینطور بهتر رو زمان باشه و که مثلا توی موقع زمانی درست باشه و فیلتر نباشه تا بتونیم اطلاعات رو به خوبی ثبت و مدیریت بکنیم چون اینا پایگاه دادن در واقع نیستن جایی که شما برین زیاد دستکاریشون بکنین مثلا نه این انتهای این جدول و چیزی بنویسین کناراش حالا زیاد اشکالی نداره خب بعد ولی جایی هستش که در واقع نباید عوض کنیم ولی عناوین رو میتونین عوض بکنین توی ثبت اطلاعات هم هر کدوم از اینا که دوست نداشتین عناوین رو میتونین تغییر بدین مثلا دوست نداری میگین تاریخ مناسب خرید میتونین بگین پیش بینی خرید خب ولی با این قسمت ها که حالا دادای ورودیه ولی با این قسمت ها که فرمول دارن به خصوص این زمان تودی رو تغییر ندین این فرمول ها رو تغییر ندین اینا که فرمول داره چون ما داریم بر اساس این فرمول ها کار میکنیم مخصوصا این زمان تودی حالا اینا رو واسه شما هستش که گذاشتیم میتونیم حالا یکم تغییر بدیم ولی اگه تغییر بدیم دیگه جای بازگشت نداره هر وقت هم که دانلود کردید یه کپی خام از این اکسل رو همیشه داشته باشین خب چی داشتیم میگفتیم آه. پس املای اینا باید یکی باشه شاید یکی بگه خب من اصلا چرا از اول نیام اینا رو قشنگ کپی کنم از اینجا کپی کنم بیارم اینجا پیس از ولیو کنم که همه نمادها رو واسه خودم داشته باشم میتونین این کار رو بکنین مشکلی نداره اوکی کنین میای همه نمادها رو گذاشته اینجا و اگر به روز رسانی قیمت رو بزنین همه این نمادها رو به روز رسانی کنید. ولی ممکنه یک کم مثلا زمان کار کردن با نرم افزار رو اذیت بکنه زمان رو طولانی بکنه ببینید الان تقریبا 9000 تا فکر کنم نماد وجود داره چند هزار تا 1016 تا نماد وجود داره و هر دفعه که به روز رسانی میکنه میاد همه 1016 تا نماد رو قیمت هاش رو به روز میکنه تو اکسل که خوبه که به خاطر همین فقط نمادهایی که استفاده میکنین رو داشته باشین خب لازم نیستش که من همه ها رو مثلا اینجا داشته باشم واقعا هر دفعه خیلی هم راحت هر دفعه اصلا خرید میکنم خودکار خودش اضافه میشه به نماد دیگه لازم نیست کپی پیس بکنید اینطوری اگه همه نمادها رو اضافه بکنید خیلی اکسل رو سنگین میکنه فقط همونایی که دارین خرید و فروش میکنین که خودکار خودش اضافه میشه خب این از این اینجا اکسل من میگه آقا کدوم نماد بوده و نکنین اینجا من توی تنظیمات نام ستون نماد رو دارم که اینجا A ای هستش اگر از یه جای دیگه ای دارین خروجی اکسل میگیرین میتونین این ستون اگر جای دیگه هست تغییرش بدین نام نماد رو تغییر بدین مثلا تو ستون B باشه بکنین ستون B الان ستون A بودش تو این بخاطر ای همین A رو اگر شما هم از همین سایت سی دارین دانلود میکنین همین ستون A رو به شما هم میده دیگه لازم نیست چیزی رو تو تنظیمات عوض بکنید و اینجا نام ستون داده نهایی که من ستون کار رو انتخاب کردم یعنی اینجا ستون کار اگر توجه کنید قیمت پایانی هستش قیمت پایانی رو انتخاب کردم یکی میخواد بر اساس آخرین قیمت معامله شده بره که میاد این آخرین معامله رو میتونه انتخاب بکنه قیمت پایانی قیمت آخری شو. H رو اچ رو میتونید انتخاب بکنه. اگر احیانا اشتباهی صورت بگیره این ستون قیمت نداشته باشه عدد نباشه در واقع خب بتون ارور میده اکسل میگه آقا این ستونی که انتخاب کردی عددی نیستش مثلا متن یا یه چیز دیگه است خب و اینجا حرف فارسی ببینیم با چیزهای دیگه هست. اینا رو تغییر ندین این قسمت واسه کدهای ما هستش این نوع مبلغ ورودی خروجی واسه ورود خروج نقد هستش که اینجا بتونین انتخاب بکنین که میتونین عنوانش رو عوض بکنین اگر دوست داشتین ولی اگر عوض کنین واسه همه عوض بکنین دیگه و توی تنظیمات این هم که سالو گفتم بتون چجوری میتونین به روز بکنین ماه روز هم که اعدادش مشخص ثابته اینجا یه سری حرف فارسی و عربی داریم به خاطر این هستش که آقا این خروجی که ما میگیریم یه عربی میذاره با که عربی میذاره اونجا ما داریم دادا رو بروز روز میکنیم از اینا استفاده میکنیم که یارو عربیارو عربی ها رو تشخیص بده خب مثلا کویر یه عربی داره در صورت که ما اینجا یه فارسی نوشتیم و میاد این رو درست میکنه پس اینا رو هم کاری نداشته باشین تغییر ندین واسه که کدای ما به هم نخوره میایم اینجا توی قسمت تنظیمات چند تا جدول هست این جدول ها واسه این نمودارای اینجا تو سبد هستن که میتونیم مشاهده بکنیم که اینجا چیزایی بود که به ذهن من میرسید و شما حالا میتونید نمودارای خودتون رو اضافه و کم بکنید اگر خواستین اینجا یه علامت مثبت منفی هستش علامت منفی یعنی روز رو نشون نده به ماه نشون بده ناکنان سال 1398 تو طول ماه من نهایی که در صورت فروش کل سبدم بود رو حساب بکنم مثلا اینقدر میشه که میگه آقا تو این ماه مثلا اینقدر سود میکردی مثلا تو ماه هشت اگر میفروختی سود خوبی میکردی ولی مثلا تو ماه ده اومده پایین مثلا خب تو ماه ده میخریدی این مثلا این روند رو نشون میده که ارزش سهامت ارزش سبدت حالا سبدت میتونه متغیر باشه سبد های مخ... صحام های مختلفی داشته باشی کاری نداره اون گزینش سبدی که داشتی توی طول ماه چه تأثیری داشته حالا یه منفی دیگه بزنیم تو طول سال رو نشون میده مثلا چند سال مثلا سال بعد 99 میادش من میتونم بر اساس مقایسه سالی ببینم الان فقط 98 رو داشتن و اگه یه پلاستیگه دیگه بزنیم روزها هم نشون میده اینجا سود حاصل از خرید و فروش سهم یعنی من داشتم خرید و فروش میکنیم وسط چقدر سود کردم هر بار خب که خیلی وقتا شاید ثابت باشه اینو در نظر بگیرین چون من شاید هر روز خرید و فروش نکنم ولی اصولا ماهانه خرید و فروش اگر بکنم میتونه گزارش خوبی باشه که بگی آقا تو توی طول ماه وقتی که خرید و فروش کردی از خرید و فروش سهم چقدر سود کردی نمودار جالبی هستش خب بعدیش نمودار جریان نقدینگی من هستش که نشون میده من توی تاریخهای مختلف چقدر پول وارد کردم و چقدر پول خارج کردم این یعنی الان من چون پول زیاد خارج نکردم اینجا سبزا خیلی کمه این سبزا خروجی ها هستن این آبیا ورودی ها هستن که در واقع همون کشفلوه من هستش اگر منفی بزنم تو طول ماه نشون میده مثلا تو این ماه من اینقدر نقدینگی وارد کردم توی این ماه خارج کردم بر فرض. و این اعداد هم همه به میلیون ریال اگر به ریال وارد میکنه میلیون ریال اگر تومن میلیون تومن میشه خب و مثلا اینجا الان تا 25 میلیون ریال 2 میلیون 500 تومن هستش مثلا یا اینجا مثلا 60 میلیون ریال یا 6 میلیون تومن میشه که اگر علامت مثبت رو بزنم به روز رم نشون اینجا هم که پنج نمادی که میخواستیم ببینم تو کدوم نماد من بیشترین بازدهی این بازدهی نهایی رو داشتم کدام ها بودن که بر اساس فروش نهاییم حساب میشه یعنی من فروختم و اینقدر کلا سود کردم ازش که نشون میده از هر کدام چقدر سوددهی و بازدهی داشتم و اینطوری میتونم بگم و رو کدام نماده ها من خوب تونستم سود کنم و توی دیدم باشه میشه خب این از نمودارا این بالا ما یه سری اطلاعات جالبی گذاشتیم که اطلاعات سبدت هست مثلا الان 6 تا شرکت داری انقدر سهم در کل در دست داری انقدر در مجموع پرداختی برای سبد خب کاری نداره پول چقدر آوردی انقدر پرداختی پرداخت کردی و الان ارزش کنونی سبدت که جمع اینا هستش رو حساب کردی اینا همه فرمولن اینا رو هیچ کدوم تغییر ندیم مگر اینکه بخوایم فرمولش رو یه یعنی فرمول دیگه بنویسیم مجموعه آورده نقدیت رو حساب میکنه که این رو میاد میگه آقا ورود و خروج نقد تو چون اینجا میتونم بزنم مثلا من توی این تاریخ اومدم کلا اینقدر توی بورس سرمایه گذاری کردم توی این تاریخ اینقدر 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 اینا همه دادهایی هستش که من تصادفی زدم که بتونیم نمودار بکشیم دیگه و مثلا اینقدر خارج کردم اینقدر هم خارج کردم اینجا هم میتونم دستی اینا رو بزنم مثلا بیام 1398 رو اضافه بکنم که هر کدوم میره پایین یا یعنی اینکه بیام اینجا مثلا ثبت رو بزنم یا حذف آخریش رو بزنم که آخرین آیتم رو حذف میکنه واسه من و خب وقتی که جدول من طولانی میشه نمیرم پایین هی بخوام اینو ثبت کنم از اینجا راحت میتونم ثبت بکنم ورود خروج نقد خیلی مهم هستش بخاطر اینکه واقعا ما میتونیم ببینیم که الان مثلا من اینقدر پول نقد آوردم الان ارزش کنونی سبد من چقدر هستش مجموع سود نقدی که از مجمع گرفتم هم میادش روی همین قسمت رویدادها از اینجا میخونه و میگه من در مجموع اینقدر سود نقد رفتم تو مجموعه اینقدر سود نقد گرفتم اینقدر پول رو اصلا کشیدم اومدم مثلا سرمایه گذاری کردم بعد یه مدت اصلا خواستم از بورس کلا بکشمش بیرون که اینم هم همین خروج نقد رو که اینجا زدم ثبت کردم جمع میکنه و میاد موجودی نقد من رو بر اساس این موارد حساب میکنه که اومدم گفتم مثلا من چقدر در مجموع خرید کردم در مجموع چقدر فروش کردم و حالا بر اساس این فرمول میاد مثلا میگه چقدر اووردم چقدر سود نقد گرفتم و الان در مجموع اینقدر نقد دارم میتونم خارج بکنم یا میتونم دو دوباره سرمایه گذاری کنم انگار صندوق من الان 78 هزار تومن داره میتونم بکشمش بیرون هنوز نباش سهام خریدم نه مثلا کشیدمش بیرون دارم تو صندوقم میتونم دوباره سرمایه گذاری بکنم یا بکشمش بیرون که اینجا به من نشون میده موجودی نقدم چقدر مجموعه خرید مجموعه فروش هم که راحت از خرید و فروش هایی که تو اینجا هستش مجموعه رو حساب کردیم اینجا گذاشتیم سود حاصل فقط با خرید و فروش سهم هستش که میاد میگه آقا من فقط کلا اینقدر خرید کردم اینقدرم هم فروش کردم دیگه خب اینقدر الان با سهامم سوام هم پرداخت کردم اینقدر نقد دارم پس من این مبلغ رو این میزان رو الان به خاطر خرید و فروش هایی که داشتم سود کردم خب ناکن مثلا از انقدر رسیدن به اینقدر از این فرمول استفاده کردیم از اینجا حساب نکردیم چون خروجی داشتیم مثلا ممکن بود به هم بزنه ولی خب فرمول های مختلفی میتونه وجود داشته باشه اگر فکر میکنیم فرمول بهتری داریم میتونیم فرمول رو عوض کنیم ولی اینا رو من حساب کردم درست در میومد اعداد و اعداد درستی رو داشته نشون میداده سود کل من با وجود این که من بخوام مثلا کلا سبدم رو الان بفروشم یعنی همین این سبد رو بفروشم که اینقدر داشتم چقدر سود کردم میشه اینقدر داشتم اینقدر اوورده بودم که ازش کم میشه چون سودو میخوام حساب کنم دیگه اینقدر سود نقدی گرفتم اینقدر الان نقد دارم در حال حاضر که میشه مجموع سود کل من در صورتی که سبد رو هم رو بفروشم خب این از این. بعد مجموع سود زیان سبد کلونی یعنی مجموع سود زیان اینجا این قسمتم که در واقع اختلاف ارزش کلونی با مبلغ خرید من هست پرداختی که داشتم درصد اینجا درصد سود و زیان سبد کنونی میشه مقدار کل سودی که کردم تقسیم بر مجموع پرداختی که داشتم که به درصد اصلا 50 درصد الان سود کرده کلا یعنی در حال حاضر تو سوده ممکنه فردا ضرر باشه بر فرض مثال و درصد سود و زیان در صورتی که من کلا سبدم رو الان بفروشم میخوام ببینم الان بفروشم چقدر تو سود میونم خب یعنی با سودهای قبلی و سبد الانم خب این الان سبد من خودش 50 درصد تو سوده ولی با ساعت های قبلی مثلا 100 حالا میتونه تو ضرر باشه یا غیره خب اینم میشه قسمت سبد من ورود و خروج نقد رو هم که بهتون گفتم نمادها هم که بهتون گفتم اینجا همه با فرمول هستش که اینا رو تغییر ندید که میاد مجموعه مثلا خریدا تو هر نماد رو نشون میده مجموع فروش تو هر نماد و سودی که گرفتم و در نتیجه سود نهایی خب بدون اعتصاب خرید سهام فعال در سبد منظورش چی هست؟ یعنی اینکه الان سبد من مثلا الان این مقدار مثلا کویر رو من تو سبدم هم دارم خب این کویر رو تو سبد دارم اونو در نظر نگرفته که چقدر تو سوده از قبلی که خرید و فروش کردم میبینه چقدر تو سود هستش و در مجموع نشون میده که آقا الان اینقدر سود کردی از هر کدوم از این نمادها حالا اگر سهامت رو هم بفروشی بعد دوباره حالا, حالا حساب و اینجا مثلا میگه که الان نها کنیم فولاد مثلا اینقدر تو ضرره به خاطر همون قضیه افزای سرمایه است مثلا اومده یه افزای سرمایه داده من قبلا که سهامی که بعد مجمع اومده بیرون فروختم رو نگه داشتم با بقیه که بعدا آزاد شد بخوام بفروشم به خاطر همین در واقع الان تو ضرر داره نشون میده در صورتی که بعدا بفروشم دیگه سود نهایی درست رو واسه من حساب میکنه که اینجا مثلا یه نمودار جالبم نشون میده که کدوما رو بیشتر از همه دارم سود گرفتم و ها رو مثلا ضرر کردم مثلا و قیمت پایانیش قیمتی که هستش که آپدیت کرده و گذاشته و میگه آقا الان اینقدر قیمت حالا یکی میتونه بیاد فرمولای دیگه ای که اگه دوست داشته رو اضافه بکنه یا کم بکنه تو این قسمت خب ولی حواستون باشه که با پایینش دیگه کاری نداشته میشه چون پایینش کد میاد اضافه میکنه خب تاریخچه عمل کرده شما هم که دقیقا برمی خودکار خودش آپدیت میشه هر بار که شما سبد رو به روز رسانی میکنین یا به روز رسانی قیمت رو انجام میدین این تاریخچه عمل کرد میاد به روز میشه و به خاطر همین مثلا یکی میاد میگه آقا من نمیتونم اکسل خروجی رو بگیرم خودم میخوام بیام قیمت ها رو بزنم چی کار باید بکنم ببینید کافی این ارزش کنونی سهام رو برید ببینید چقدر بوده مثلا الان من رفتم توی مثلا کارگزارین دیدم ارزش سهام من انقدر بوده واسه پارسیان واسه این انقدر بوده و همینطور مثلا اعداد رو من آپدیت میکنم و مثلا اینا رو میذارم این اعداد رو زدین ارزش کنونی هر سهم رو زدین بعد به روز رسانی عمل کرد رو بزنین این مقدار منفی رو میره اضافه میکنه به تاریخچه عمل کرد ببینید الان توی این نمودارم نشون داد که یهو مثلا اینقدر منفی شدش اگر بیاین مثلا توی تاریخش عمل کرد میبینه این مقدار رو بروز کرد تو اینجا هم هر بار که بخواد مثلا آپدیت انجام بشه فقط واسه همون روز رو هم میزنه دیگه اگه همون روز دوباره آپدیت بکنیم واسه همون روز رو, رو به روز رو بروز میکنه دیگه اضافه نمیکنه خب این از سبد ما و به روز رسانی هم. البته یه راه دیگه هم وجود داره راه بعدیش این هم این هستش که میتونیم بیاین توی نمادها این مقدار قیمت پایانی رو دستی خودتون بزنین مثلا واسه اون سهمایی که دارم مثلا واسه کویر من میتونم مثلا اون آپدیت بزنم مثلا شده مثلا اینقدر بعد بیان تو سبد دیگه به جای بروز رسانی عمل کرد بروز رسانی سبد رو بزنی اون وقت میره قیمت جدیده رو میگیره و اینو گذاشته واسه کویر اینو دیگه بروز کردش خب این هم از نحوه بروز کردن قیمت ها و داشتن قیمت های فقط اینجا تو قسمت تنظیمات ما اینجا ذخیره‌سازی سازی اطلاعات و حذف اطلاعات هم داریم که میتونیم از اینا استفاده کنیم ذخیره سازی اطلاعات رو اگر بزنیم تمام داده هایی که تو این پایگاه داده ها تو این تیبل ها وجود داشته رو واسهتون ذخیره میکنیم که میتونیم بیاین یه فولدر انتخاب کنیم مثلا تو دسکتاپ من انتخاب میکنم میگه مثلا یه اسم بده مثلا حالا همین این با تاریخش بر فرض مثال و اوکی میکنم که میاد یه خروجی اکسل الان جنریت میکنه همه اینا رو میندازه تو اون اکسله و واسه من داده های خامم رو خارج میکنه که داشته باشم مثلا یه موقع پرید اکسلم یه چیزی شد بتونم بیام اینجا این بکاپ هم رو که اینجا دارم رو باز کنم و اینجا تمام داده هم رو داشته باشم و صورت به همین صورت فقط یه نکته رو در نظر بگیریم توی نمادها این تیبل رو پاک کرده به خاطر این هست که ما توی اینجا فرمول داشتیم و وقتی که میخواد جنریت بکنه بعد همه اینا رو از حالت فرمول در بیاره اینو یادمون باشه بعد ولی مثلا میخواین کپی پیس کنین توی مثلا اکسلتون فقط کافی این قسمت رو کپی پیس کنین و دیگه لازم نیست اینا رو در مثلا نمادها اینا همه پریدن من میخوام اینا رو دوباره داشته باشم میام اینو کپی میکنم میام توی اون اکسل اصلیم تو قسمت نمادها اینجا اولی رو انتخاب میکنم توی سلول اول این پیس از ولیو میکنم اینا رو دوباره میارم اینجا خود این فرمولا میرن تمام اعداد رو از جدول های اعداد رو خانش میکنن و بروز میکنن این هم که خودکار بروز میشه خب این میشه ذخیره خب این میشه ذخیره سازی اطلاعات حذف اطلاعات هم سه زمانی هستش که من میخوام دادامو کلا پاک کنم یکی اینکه شما دانلود میکنین اینا با های تست الان هستش خب این ها که نمیخواین کار بکنین دیگه همه این جدول رو میخواین پاک کنین این حذف اطلاعات رو بزنین میگه آیا مطمئن هستین یس کل این داده ها پاک میشه اگر بیاین توی سبد میبینین خالی شده به این توی ورود خروج خالی شده همه اینا پاک میشه و میتونین از ابتدا شروع نماد نمادهاتون رو بزنین و زمانی هم مثلا این اکسل دیگه خیلی بزرگ شده خیلی دیتا زیاد دارین توش سنگین شده احساس میکنین سنگین شده بهتره که یه بار داداتون رو خالی بکنین لازم نیستش که حتما برای ده سال دیتا داشته باشین واسه دو سال و نظر من خوبه یا یک سال یک سال اصلا عوض بکنین چون لازم نیست واقعا این همه مدت مثلا بیشتر یه سال رو بخواین مثلا نگاه کنین عملکرد سالانه دارین میبینین یا ماکسیموم دیگه یک سال و نیم یا دو سال داشته باشین هر وقتی این اکسل سنگین شد عوض بکنیم این را هم که مثلا اینجا میتونید با حالت عادی برگردونین توی سبدتون هم ناکن اینجا هم دو حالت داره دیگه هم اینجوری میتونید مشاهده بکنین هم به این صورت میتونید مشاهده کنین که جفتش خوبه که مثلا سریعتر باشه تو همین حالت باشن خب ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم این اکسل و این نرم افزاری که نوشتیم به شما خیلی کمک بکنه و بتونین به خوبی سهم رو خرید و فروش و مدیریت بکنین ممنون خدا نگهدارتون باشه برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com کانال یوتیوب دیاکو تی دی و کانال تلگرام دیاکو تی دی مراجعه بکنید